امیرعلی، تو مگه با شاهرخی قرار نداشتی؟ خوابی؟ امیرعلی، اون آدم دقیقیه. من کلی پیش این آدم ازت تعریف کردم، از اعتبارم خرج کردم. الو امیرعلی، چند جواب؟ الان نمیتونم ارتباط بدم، ارباب رجوع دارم. بله، خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدمتتون عرض کردم شما یک ساعت و نیم پیش قرار داشتیم. بله. الان آقای شاهرخی تو جلسه هستن، معلومم نیست که جلسهشون تموم میشه. منم خدمتتون عرض کردم خانم محترم، یه مشکلی پیش اومد کرده بود که دیر رسیدم. خواهش میکنم، من به این جلسه احتیاج دارم، این جلسه برای من حیاتیه. خواهش میکنم نگید نه. آقا مگه اینجا مدرسه است که دروغ میگین آخه؟ از کوفه چشاتون معلومه تا پشت در شرکت خواب بودی. اینو خواهرانه گفتم که جای دیگه نگی. خیلی ممنون. بعدشم رئیس از بدقولی متنفره و با شناختی که من ازش دارم کافیه که بفهمه علت تاخیرتون خواب موندنتون بوده. دیگه تمومه. اما من یه چیز با ارزش واسهشون آوردم. ببخشید اجازه بدید. من یه محلول ترکیبی آوردم که فقط برای بیماری‌های پوستیه. فرمولش هم از این شیر است. گیاه این شیرم تو مراتع استان سمنان فراوونه. تولیدش هم مرغوم به صرف است. دقت بفرمایید. خواهش می‌کنم. ممنونم. خواهش می‌کنم. خوش اومدید. بفرمایید آقا. خانوم، این محلول حاصل 4 سال تحقیقات منه. منم باید باشم. ایشون که از این فرمول سر در نمیاره. بابا من به آدم های بدقول اعتماد ندارن و باهاشون کار نمیکنن. کار نمیکنن که نکنن. فکر چه خبره؟ آروم آقا، چه خبرتونه؟ برو آقا، لیاقت من بیش از این هاست. لیاقت نداری منو باش. نتیجه 4 سال تحقیقاتمو در اختیار شما میذارم.
تموم شد آقا میرعلی. من دیگه با تو کاری ندارم. شدی رفتی شرکت شاهرخی عربده کشی؟ آبروی منم بردی. من چه میدونستم یارو به تأخیر و این چیز حساسه. حتی حاضر نشد یه نگا به فرمول هم بندازه. تو به شاهرخی احتیاج داشتی، بچه بازی داره بردی. حمید یه قرار دیگه بذار. امکان نداره با شاهرخی، نه با یکی دیگه، با هر کی. تو که وضع منو میدونی، کلی سفته دست طلبکارا دارم. میدونم، ولی من کسی دیگه ای رو نمیشناسم. یعنی هر کیم که میشناختم بهت معرفی کردم. آقا جون تالاشم به خاطر رفاقت با تو بیشتر از کپونم خرج کردم. بابا تو مدیر این مؤسسه ای، صبح تا شب با کارخونه دار و تولیدی و سرمایه گذار سر و کله میزنی. تو نشناسی من بشناسم؟ حمید رویا قهر کرده رفته، زندگیم داره از هم میپاشه. همه چیز بستگی به تولید این فرمول لعنتی داره. همه چیزمو پاش دادم. جدیه؟ چی؟ قهر. جدی هم نباشه با این انصاف من جدی میشه دیگه. بابا ببخشید، کلید گاف صندوق رو لطف کنید. فقط یه راه هست. هستی؟ چرایی؟ دلال. بح. ببین منو، تو این وضعیتی که تو هستی چاره جز فروش فرمولت به یه دلال نداری. واسه این فرمول تو زندگیم خیلی چیزا رو از دست دادم، حالا بفروشمش؟ امکان نداره. شاید رویا رو بتونی با چهار تا حرف عاشقونه برگردونی، اما طلبکار جماعت این حرفا تو گوشش نمیره. اونم با طلبکارایی که تو واسه خودت ردیف کردی. بفهم. سلام آقای عبوس. سلام علیکم. پست یه نامه براتون آورد، گذاشتم بهش روی تابلو اعلانات. آه خیلی ممنون. رویا این بچه بازی ها چیه؟ طلاق؟ باشه، میخواستی منو بترسونی؟ به اندازه کافی ترسیدم. حالا برو وسایلتو جمع کن بریم خونه. این به نفع هر دومونه. رویا شوخیت گرفته؟ با این وضعی که من دارم؟ کدوم وضع؟ تو همیشه گرفتاری، یه وقتای بیشتر یه وقتای کمتر. درزم مگه همیشه همینو نمیخواستی؟ مگه نمیخواستی تنها باشی؟ مگه نمیخواستی به آزمایشات برسی؟ به تحقیقاتت؟ مگه نمیگفتی من مانع پیشرفت و ترقیتم؟ خب باشه دیگه، الان تنهایی، برو به آزمایشات برس ببینم میتونی پیشرفت کنی، ترقی کنی؟ رویا این حرف حق من نیستا. من الان بیشتر از همیشه به تو نیاز دارم. باشه هر چقدر که دوست داری خونی بابات بمون، بعدش برگرد. من تصمیم خودم رو گرفتم. رویا بفرمایید.
آبه نداره، آبه شما نداره. خدا بده برکت، خدا بده برکت. روزتون بخیر، خسته نباشین. اشتراک 520 هستم، لطف میکنید یه ماشین برام بفرستین؟ ممنونم. چرا مثل آدمیزاد نمیشینی سر زندگیت رویا؟ این بار با همیشه فرق میکنه دیگه. پشت گوشتو دیدی، منم دیدی. اگه پدر مادرت بپرسن برای چی قهر کردی، چی جوابشونو میدی؟ واقعا خجالت نمیکشی؟ نه، از اونا خجالت نمیکشم، از خودم خجالت میکشم. پس برای چی داری عجولانه تصمیم میگیری؟ نمیخوای حرف بزنی تصدقت کشم؟ چرا اینجایی ماما؟ چرا ولم نمی کنی؟ اینجا خونه منه، تو چرا اینجایی؟ اصلا حوصله شوخی رو ندارم ماما. منم همینطور. خب پس بفرمایید کجا برم از اینجا بهتر؟ تشریف ببرید همون جایی که باید باشید. برم که هر کاری تو میلته بکنی. من همین الانشم هر کاری که دوست داشته باشم انجام میدم. همین کارا رو کردی که حالت الان اینطوریه، تصدق. مگه چی کار کردم؟ تو از راه غلط بر نگردی موفق نمیشی. من راه غلط میرم؟ من بدبخت جز خرمانی واسه زندگیم کاری نکردم. بی خود منت سر زندگی نذار، هر کاری کردی برای خودت کردی. واسه خودم یعنی واسه رویا، واسه رویا یعنی واسه زندگیم. اون داره گند میزنه به همه چی، اون وقت من دارم راه غلط میرم؟ چنار در خونشو نمیبینه. ماما این تم بمیره با من ضرب المثلی حرف نزن. چجوری حرف بزنم؟ بشینم بهت نگاه کنم بگم اینقدر خودخواه جدی که دیگه هیچ کس و هیچی رو نمیبینی؟ بعدشم تو از جدای رویا ناراحت نیستی، از این ناراحتی که بهش نیاز داری. چون اون کم آورده، چون پول ندارم، چون دست و بالم بسته است، میخواد پشتمو خالی کنه. چون فکر میکرده کنار من به همه چی میرسه ولی نرسیده، اون خسته شده. اینقدر به خودت مطمئن نباش، یک کمی به خودت شک کن. پول بدهی. مشکل من همینه، ما اینقدر از هم دور شدیم که حتی دیگه حرفای همدیگر هم نمیفهمیم. چرا الکی مسائل بزرگ میکنی؟ رویا اگه واقعا ازت بپرسن که مشکل اصلیت با من چیه، چی جواب میدی؟ واقعا مشکل شما چیه خانم؟ حاج آقا ایشون عوض شده، شده یه آدم تک بعدی که حاضر زندگیشو فدای کارش کنه، برای به نتیجه رسیدن هدفشم حاضر هر کاری بکنه. خب مثلا چه کارایی؟ نمیتونم بگم حاج آقا. اگه نگید که من نمیتونم کمکتون کنم. من کمک نمیخوام، طلاق میخوام. حاج آقا من با این آقایی که اینجا نشسته ازدواج نکردم، من اصلا دیگه این آقا رو نمیشناسم. به نظر شما این دلایل کافی نیست برای جدایی؟
مگه من چیکار کردم؟ میبینید؟ یه جوری حرف میزنه هر کی ندونه فکر میکنه داره در مورد یک دوز دریایی حرف میزنه. حاجی من فوق لیسانس شیمی دارم. الان یه مدتیه دارم روی پروژه کار میکنم که کم کم داره جواب میده اگر ایشون اجازه بده. به نظر شما کجای کار من غلطه؟ ببین دخترم، اگه امکانش هست و میتونی سعی کنی با اختلاط و صحبت کردن مشکلتون رو بین خودتون حل بکنید. دلایل شما هم توی پرونده برای جدا شدن کافی نیست. اجازه بدید من یه وقت دیگه ای رو برای شما تعیین بکنم. تا اون موقع هم انشالله به یک توافق دو طرفه میرسید. زندگی سخته، بالا پایین داره، اما باید مشکل رو حل کرد. همه مشکل دارن. این که بخوایم صورت مسئله رو پاک بکنیم دردی رو دوا نمیکنه. گنج بیمار و گل بیخار نیست، شادی بیغم در این بازار نیست. حاج آقا جسارتن، خوی بد در طبیعتی که نشست نرود تا به وقت مرگ از دست. من تصمیممو گرفتم. یعنی من بدم؟ یعنی من بمیرم دیگه؟ با اجازتون. اصلا متوجه منظور حرفش شدی؟ بله آج آقا متوجه شدم. منظورش این بود که من بدم، مضمونشو میگم، من بدم، اگه بمیرم بهتره. نه معلوم تمرکزت کاملا رو شیمی بودا. آج آقا شما؟ ایشون دبیر ادبیات هستن، همین شعر و شاعری هم زندگی ما رو به هم ریخته. توقع داره منم مثل منوچهری دامغانی شعر واسش بگم. آخه مگه من از ایشون میخوام که جدول مندلیوف حفظ کنه؟ مگه نگفتید که مشکلش فقط اقتصادیه؟ مشکل اصلی ایشون ممر درآمد بنده است. بله چشم، اما یه کارایی است که نتیجه دادنش زمان میبره. ایشون فکر میکنه همه کارا به همین سادگیه. به قول پدر بزرگم قاشق سازی، مش بزنی گود میشه، دومشو بکشی دراز میشه. ایشون تفکرش اینه. الله اعلم. با اجازتون. ببین حالا که به شعر و شاعری علاقه نشون دادی بذار منم یه شعر بهت هدیه بدم. هر که را مال است و عقلش نیست، روزی آن مال مالشی دهدش. وان که را عقل است و مالش نیست، روزی آن عقل بالشی دهدش. آره عزیزم پول خوبه، اما تو این دنیا چیزای دیگه ای هم هستش که آدم بخواد بهش فکر بکنه و به اونها بپردازه. بله پول مهمه، اما تو زندگی یه چیزایی هست که خیلی مهمتر از پوله. خدا رو شکر خیالم راحت شد، تو این قضیه با هم دیگه تفاهم داریم. بعد ببخشید میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ یه دونه ها. خب ما اومدیم اینجا که از هم دیگه سوال بپرسیم دیگه. خواهش میکنم بفرمایید. میخواستم بدونم شما از چه چیزایی خوشتون میاد، از چی بدتون میاد؟ من از جدول مندلیوف خیلی خوشم میاد، اما عاشق کربنم. از سدیم خوشم نمیاد. میدونی چرا؟ چون همش از خودش رسوب باقی میگذاره. جالب، نمیدونستم. شما چی؟ من عاشق شعرم. گل و گیاه هم خیلی دوست دارم. در ضمن از دروغ گفتنم خیلی متنفرم. گل؟ میدونید برگ گل یه ماده فیبریه؟ بله اینو دیگه میدونستم. ببخشید یه سوال دیگه، دغدغه شما تو زندگیتون چیه؟ بزرگترین دغدغه زندگی من اینه که یه ماده فیبری مثل همین برگ گل که شما گفتین با کلور ترکیب بشه، ولی احتیاج به کاتالیزور داره. من همه تلاشم اینه که یک کاتالیزور برای این ترکیب به وجود بیارم. میدونید اگه این ترکیب رو به دست بیارم چه اتفاق شگفت‌انگیزی میفته؟ میدونید؟ نه راستش بخواید نه، من خیلی از این چیزایی که گفتین سر در نمیارم، ولی خب حتما همینجوری که شما گفتین. چایتون سرد نشه بفرمایید. چقدر ما شبیه همیم.
میدونم. چته؟ چی شده؟ تو چه؟ ها؟ به تو چه رفتی داره؟ ها؟ مراقب ببینم، با بچگیت هیچ فرقی نکردی. اون موقعم هر وقت مشکلی برات پیش می اومد یا با دوستات دعوات می شد، به جای اینکه مشکل حل کنی با خودت لج می کردی. چی شد؟ حله، یارو بستامه توی یه جشنواره گیاهان دارویی. زود باید خودتو برسونی، طرف مسافره. از کجا مطمئنی مشتریه؟ کارش همینه، میچرخه آدمای مثل تو رو که لنگ پولن و کارشون به تولید و این حرفا نمیرسه رو پیدا میکنه. اسم و تلفنشو واسهت میفرستم. ببین این فرمول فقط رو باریجه جواب میده ها. یارو از کجا میخواد باریجه گیر بیاره؟ باریجه؟ اسم همین گیاهی که روش کار کردم دیگه. ساده امیرعلی، میگم یارو این کار است. همین الان بهش بگو یه کامیون بار چی بود اسمش؟ باریجه. همین الان بهش بگو باریجه میخوام. اون مثل من نمیپرسه باریجه چیه، میگه چقدر میخوای. باشه، هماهنگش کن. پشیمون میشه امیرعلی. رویا دادخواست طلاق داده، این تنها راه برگردوندنشه. مشکل رویا فروش فرمولته؟ مشکل رویا منم، مشکل منم بی پولیمه. خدایا به یکی عقل میدی چی نمیدی؟ به یکی عقل نمیدی چی میدی؟ آخه بچه ناقص العقل من، سر دختره رو میشکنی بعد تو جیبش نخوچی میریزی؟ ولکم مامان، من دیگه کار دیگه ای بلد نیستم واسه نجات زندگی. مطمئنی این راه زندگی تو نجات میده؟ دیگه من از هیچی مطمئن نیستم، همون کاری رو میکنم که فکر میکنم درسته. الانم باید بخوابم، صبح باید راه بیفتم. مامان نکنه تشخیص میدی تنهایی بری؟ لا اله الا الله. خیلی به خودت و کارات مطمئنی نه؟ من دارم میرم سفر کاری، نمیرم سیاحت که. برای سفر به جای تمیز کردن ماشین باید آب روغنشو چک کنی. خودم میدونم چیکار باید بکنم. خیلی به خودت مطمئن نباش. چرا اذیت میکنی؟ میخوای بیایی چی کار؟ میخوای بیایی مثل بچه ننه ها مراقبم باشی؟ ببینم برای مراقبت از تو بعد اجازه بگیرم؟ خب اگه من نخوام چی؟ فرق نمی کنه، من میام. من تنها میرم، احتیاجم به مراقب ندارم. بله، نداشتی، نداری که این شدی. مگه چی کار کردم؟ ها؟ امیرعلی، بذار ساکت باشم. میشه بفرمایین بنده چی کار کردم که اینقدر با نیشه کنایی با من حرف میزنین؟ خیلی بی چشم رو شده امیرعلی، شرم نمی کنی؟ باید همه چیز رو به رود بیارم؟ من بد، من بی معرفت، چرا ولم نمی کنی؟ چرا نمیذاری با حال خودم باشم؟ بچه ناخلف مثل انگشت ششمه، ببری درد داره، نبری هم زشته. خلاف.
وای چه خونه رویایی، چه میز قشنگی چیدی. امشب میتونست شب قشنگی باشه. چرا که نه؟ میتونم یادت رفته، ولی واسه شب سالگرد ازدواجمون کلی لحظه شماری کرده بودم. وای رویا ببخشید، واقعا فراموش کرده بودم. حالا چرا تعارف نمی کنی بشینم؟ بابا زنگ زد. خب امیرعلی، تو پول نزول کردی؟ جواب منو بده، نگام کن، تو واسه کارت پول نزول کردی؟ توضیح میدم عزیزم، آروم باش، آروم باش، توضیح میدم. نذر کردم، کلی دعا کردم، التماس خدا رو کردم که چیزی که شنیدم دروغ باشه. امیرعلی تو با زندگیمون چی کار کردی؟ چاره ای نداشتم، واسه تحقیقاتم مجبور بودم. تصادف شده. ای بابا داری میری؟ چیکار کنم؟ من تو رو اینطوری تربیت کردم؟ ای بابا، ای مامان چته؟ مادر من، ما همینجوریش هم دیرمون شده. خب دیرت شده که شده، یعنی جون این مردم بیگناه ارزشش کمتر از کار توه؟ حالا چیکار کنم؟ وایسا دیگه. بفرمایید. خوبه؟ آره برو، برو کمکشون. بودو آقا، کسی هم طوری شده؟ میبینی که راننده خوابش برده، ماشین ملق زده. مگه تو این جاده ماشین ملق میزنه؟ همینه بگو، تعجبه منم همینه. اون چی میگه؟ بیچی هزیون میگه. اگه کاری از دست من برمیاد بمونم. نه داداش، زنگ زدن آمبولانس تو راه. دست شما هم درد نکنه، از دقل بایستایی. برم رضا پشت خنه. برو. برم؟ برو. شما اینجا چیکار میکنی پدر جان؟ جز تصادفی هست. الله فلاحن ساخلاصه، خدا عمر با عزت به شما بده. تو رو خدا من تا شهرود برسم. نمیشه پدر جان، شما خون ریزی داری، احتیاج مراقبت داری. الان آمبولانس میاد. بفرمایید لطفا، بفرمایید. الله ساخلیان بندن گوتی مز بادنجان برد آفت نداره. نمیشه عزیز دل من، مسئولیت داره، من عجله دارم. بفرمایید. منم عجله دارم، تو رو خدا کمکم بکن، عزت باز سید شهدا ثواب کن. چی بگم والا؟ قربان اولم سنا. پدر جان اهل این ورا نیستی نه؟ پرعلیم فیرورق میشناسی؟ نه.
نزدیک خود. خب این طرفا سمنان، شاهرود، عازم مشهد هستم، البته اگر عمری باقی باشه. 30 سال نظری دارم، میرم مشهد، منتها امسال فرق داره. امسال نزورات چند تا آبادی را جمع کردیم، اشتاق ینگجه به دوار دارم میرسانم به حرم. میگم خدا خیلی نظر لطفش ما داشته که وسیله رسوندن نزورات شد اینا. بله حتما همینطوری که شما میفرمایید. حالتون خوبه پدر جان؟ شما باید میموندی آمبولانس میمد. میخواین برسونمتون بیمارستان؟ من حالم خوبه. کمک میخواین؟ نه کمک نمیخوام. زود باش، بیا دیر میشه. ممنون پدر جان، حساسیت دارم، سرگیجه میگیرم. خدا عمر با عزت به شما بده بالام جان. مانده بودم، قصه کرده بودم که خدایا چیکار کنم. یعنی نظره اینقدر مهمه که با این سن و سال و حال و احوال بعد تصادف منتظر نشده که آمبولانس بیاد؟ میترسم که اینقدر عمرم زیاد نباشه که به مشهد برسم کارم انجام بدم. نه انشالله میرسیم، اما بهتر بود میموندین، حالتون که بهتر میشد را میفتدین. نه نمیشه، من قرار دارم، عهد و پیمان با خدا بستم. حالا یه بار یکی دیگه چی میشه مگه؟ چی میشه؟ بالام جان همه چی از همون یه بار شروع میشه. اولین بار که عهد و پیمان شکستی ها دیگه همه چی تمام. چی تمومه؟ یقین بدان اولش آخرش نیست که. عهد شکستن اون وقت میشه برات قسل آب خوردن. شما هم سخت میگیری یا؟ سخت نگیری که دیگه مرد نیستی. اگه دلتون به این معامله نیست رو کراست بگید، نمیخوام بعدن حرفی توش باشه. نه جناب شما خیالتون راحت، اگه شما لطف کنید کارامونو زودتر انجام بدید ما اسناد امضا کنیم و از خدمتتون مرخص بشیم. ببخشید من راضی نیستم. ببخشید شما کارا رو انجام بدید من برمیگردم. خانوما رو میشناسین دیگه؟ این ادها چیه رویا؟ مگه مردم مسخره ما هم؟ همه حسابا رو خالی کردی، بس نبود؟ مگه ما راجع به این موضوع حرف نزدیم؟ یادت رفته این خونه رو با چه خون و دل خوردنی به دست آوردی؟ به جون امیرعلی واسه بهترشو میخرم، به من اعتماد کن. اعتماد کنم؟ چطوری؟ به خاطر همین تصمیمای عجولانه و بی منطق توی که به اینجا رسیدیم، مثل همیشه. این بار فرق میکنه رویا، همه چی درست میشه. بیا بریم، بیا بریم، میگم همه چی درست میشه. بیا. یادت میاد مامانت چی میگفت؟ ای بابا، میگفت حاضر همه چیشو بده که بچه‌ش یه شب بیرون نخوابه.
وقتی خوابی چه فرقی میکنه؟ چه یه شب چه هزار شب؟ چه ربطی داره؟ چرا همه چیزو با هم قاطی میکنی؟ بار اولی که زدی زیر حرفت باید میفهمیدم که بازم این کارو میتونی بکنی. پدر جان حالتون خوبه؟ آقا با شما هم حالتون خوبه؟ ماما باید ببریش بیمارستان. موتورم پیدا کردم و متاسفانه اکسپایر شد. ممنون. بسیار. چی شد آقای دکتر؟ شما چه نسبتی با بیمار دارید؟ هیچی، من فقط رسوندمش به بیمارستان. متاسفانه دیر رسوندینش. به خاطر لخت خونی که تو سرش بود فوت کرد. آزمایشاتون خوبه؟ تو این زمینه مشکلی ندارید؟ قبلنم گفتم منشأ مشکل شما عصبیه. الان بعد چیکار کنیم خواهیم دکتر؟ درمان رو شروع میکنیم، بعد به بچه فکر میکنیم. خب درمانش؟ آرامش، شرایط روانی مناسب، در کنارش هم یه دوره دارودرمانی رو با هم شروع میکنیم. ببخشید خانم دکتر، این دوره دارودرمانی که فرمودین چقدر زمان لازم داره؟ همه چی بستگی به شرایط بهبود شما داره. فعلا با این وضعیت من توصیه نمی کنم که بچه دار بشین. خدا رحمتش کنه. دنبال چی میگردی؟ کارت شناساییش. برای چی میخوا؟ برسونم به پرستاره، باید بشناسمش، خانواده‌اش خبر کنم. امیرعلی کیفو چرا نمیبری؟ برسونم برمیگردم به توضیح میدم. امیرعلی منتظرم. منتظر چی؟ توضیح شما. خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو میکردم. ماما یه کیف پر از پول و طلا، باورت میشه؟ خب چیش به تو؟ اون پول نزورات مردمه. اون بنده خدا چقدر نگران بود که زودتر پولو برسونه. آخرین جمله‌ای رو که بهم گفت یادته؟ منظورت از این حرف؟ گفت خدا خیلی دوستم داره که منو سر راهش گذاشته. میبینی ماما، خودش میخواد مشکلمو حل کنه. تصدقت بشم.
اون پول نظره، باید هر چه زودتر برسه به صاحبش. نظر شیطون بره تو جلدت. قبول، حق با شما بود، معذرت میخوام. میگم تو که حرفی به پلیس نزدی، خودمون ببریمش مشهد، نظرت چیه؟ چی رو ببریم مشهد؟ نظریا رو دیگه. چی میگی مامان؟ ما که راجع به این موضوع حرف زدیم قبلا. پس برای چی از من معذرت خواهی میکنی؟ برای چی میگی حق با منه؟ منظورم چک کردن آب روغن ماشین بود که اگه به حرفت گوش کرده بودم الان تو راه نمی‌بودم. من ساده رو بگو ماما، به نظر شما واقعا این پول مال کیه؟ اگه مال امام رضاست که این پول من ازش قرض میگیرم، باور کن بهش برمیگردونم، قسم میخورم. اون مردمی هم که نذر کردن اگه بدونن این پول دسته مستحق افتاده راضی هم. پول کلی از مشکلاتو من حل میکنه. فرمولم هم که بفروشم، قرضامو میدم، رویا رو برمیگردونم، زندگیم از این رو به اون رو میشه. خراب چه باقی که کلیدش چوب ما باشه. ماما جان من، به جان که کمکم کنی چوب لای چرخم نذار. باز دوباره کی قرار معذرت خواهی کنی؟ وقتی کار از کار گذشت؟ یعنی چی؟ من که معذرت خواهی کردم؟ یعنی معذرت خواهی کنی همه چی حل میشه. این ماشین بود، آب ریختی توش سرد شد، همه چی اینطوری خنک نمیشه. بعضی اشتباهات هیچ وقت جبران نمیشه، هیچ وقت. ماما الو حمید، سلام حمید جان. جواب داد، آزمایش جواب داد. امروز تا 160 بردمش بالا، لوله آزمایش سرخ شد. آره یه آزمایش دیگه میرسم به هدف، مطمئنم. باشه باشه حمید، حمید میدونی جواب بده چی میشه؟ باشه، خداحافظ خداحافظ. رویا رویا، امروز به یه جای خوبی رسیدم، آزمایشام داره جواب میده. آخ اگه پول داشتم، اگه خودم میتونستم تولید کنم، عالی میشد. رویا رویا، گوشت با منه؟ من چی میگم تو چی میگی؟ این جواب این همه شور و شعف من بود؟ حالا کی میخوای برگردی خونه؟ سوپای من مثل سوپای مامانت نمیشه، ولی تو وقت نداری دو کلم با زنت حرف بزنی، بعد میخوای واسه من سوپ درست کنی؟ حالا تو بیا، من یه کارش میکنم. چی کارش میکنی؟ حرف میزنی؟ سوپ درست میکنم. سوپ اینجا هم هست دیگه. تو چرا انقدر بهونه‌گیر شدی جدیدن؟ من هر کاری میکنم به خاطر خوشبختیمونه، برای تو. من اگه این خوشبختی رو نخوام کیو باید ببینم؟ چیکار باید بکنم؟ الان به بهونه مریضی اومدی اینجا، دو روز دیگه به چه بهونه میخوای بیای؟ فکر آبرمون رو جلوی پدر مادرت نمی کنی؟ میخوای همیشه نگرانت باشم؟ اه؟ نگران نگرانی های اونا هم هستی؟ نه، من نگران زندگیمونم.
تو اگه نگران زندگیمون بودی نمیذاشتی به اینجا برسته. تو همه چیو داری بزرگ میکنی رویا. مگه وضع ما چشه؟ امیرعلی چرا خودتو زدی به اون راه؟ من با یه معلم شیمی ازدواج کردم، یعنی انتخاب کردم که با یه معلم زندگی کنم، نه قصاب، نه مهندس، نه دکتر، یه دبیر شیمی. حتما واسه خودم دلیلی داشتم. حالا هم که سر خود کارتو ول کردی و استعفا دادی، چسبیدی به این تحقیقات و آزمایشات که جوابش هم معلومه. من جوابمو پیدا کردم، احتیاج به پشتوانه دارم. تو پشتوانه داری؟ فقط کافیه کم چشاتو باز کنی. رویا اصلا تو چته؟ مشکل اصلی تو بگو. ها؟ بله تحقیقات من خرج داره، زندگی پول میخواد، اما همه اینا گذراست. من بهت قول میدم، قول میدم نمیذارم بهت فشار بیاد. کجا؟ بذار برم امیرعلی. زشت رویا، مگه چی گفتم؟ نزو بفهمن مشکل داریم. تا یکی دو دقیقه پیش داشته میگفتی که هیچ مشکلی نداریم، همه چیز حل مرتبه. امیرعلی من خیلی وقت تو فرمولای شیمیتو گم شدم. بچه ها بیان شام. الان میاییم مامان. یادت باشه بعضی از اشتباهات غیر قابل جبران. بیا ببین ماما تلاست. حالا ببین ماما این قدشه، تیغ که بهش میزنن یه ماده طلایی ازش تراوش میکنه. این واریجه است، عمرمو پاش گذاشتم، اما آخرش چی شد؟ من مطمئنم اگه تلاشتو ادامه بدی نتیجه میگیری. ای کاش رویا هم منو باور داشت. امیرعلی یه کمی کلاتو قاضی کن، تو به خاطر تحقیقاتت همه چیزو همه کسو فراموش کرده بودی، وگرنه نه رویا نه هیچ کس دیگه منکر تلاشتو نیست. آخه هر راهی رفتم به بیراهه خورد. به خاطر اینکه تو وقتی به مشکل میخوری بدترین و اشتباه ترین راه انتخاب میکنی. همین باشه، اما این بار میخوام یه تصمیم درست بگیرم. اگه منظورت اون کیفه، همون تصمیمی که من گرفتم بهترینه. قبول، اما این بار میخوام این پولا رو قرض کنم. ماما باور کن اگه خود امام رضا هم اینجا بود قبول میکرد. خب من گرفتارم، نزول کردن پول جرمه، قرض گرفتن از امام رضا که دیگه جرم نیست. شدی مثل این معتادایی که برای اون زهر ماری، برای یه مثقال اون کوفتی حاضرن دست به هر کاری بزنن. سرتو کردی زیر برف، هیچ کس رو هیچی رو نمیبینی. الان جسد این پیرمرد برسه تو روستا، همه اهالی میگن این که تو دامغان مرده پس پولاش کو. بعد پیدا کردن تو براشون کاری نداره. برو برو بچه بی عقل من، برو توبه کن، شاید خدا ببخشته. برو. مبارکه، شما بفرمایید الان کمک میرسه. چطور شده؟ جوش آورده روشن نمیشه. چیکار نداره، من خودم مکانیکم، یه کارش میکنم برات. خنک شده، آب ریختی توش؟ آره، ولی هر چقدر استارت زدم روشن نشد. یه لحظه وایسا، من الان میام. میخوای چیکار کنی؟ لباساتو روغنی میکنی یا؟ نه بابا مراقبم، برمیگردم. زشت علیرضا، دست و بالتو کثیف نکن. من مراقبم. ایشون راست میگن. شما بفرمایید. نه بابا اون کارو یه دقیقه. خب. <تص->
اینجوری نمیشه. جواب ابزار داری؟ نه منم ندارم. میگم بوریمش اول آبادی، یه دانه مکانیکیه بره مایه، بریم اونجا بچه ها درستش میکنه. تناب داری؟ الان دنبال یه ماشین دیگه افتادن دارن موقوق میکنن، اصلا نمیدونن عروسومات کجا هستن. مردم دنبال بهونه میگردن که موقوق کنن. بریم حداقل وایسا به مامانم اینا بگیم ناراحت میشن و نگرانمون میشن. امیرعلی گناه دارن تفیا، اونا هم اگه بفهمن که قالشیم گذاشتیم همشون با ماشینشون میرن خونشون. به نظرت چی میشه امیرعلی؟ چی؟ زندگیمون رو دارم میگم. به نظرت خوشبخت میشیم؟ با اجازه بزرگترا، با اجازه عروس خانم، با اجازه مردم که دارن بوهبو میکنن؟ بله. برو به سلامت. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم محترم، خواهش می‌کنم محترم. من چقدر با تقدیر قابل ندارم آقا. مهمون ما. خواهش می‌کنم. نه خواهش می‌کنم مهمون ما. چیزی بفرمایید. نه خواهش می‌کنم مهمون ما قابل نداره. خواهش می‌کنم. نه قابل نداره. مهمون ما باشید. خواهش سلام، خسته نباشی. سلام. شنیدم شاهرود میری. بله بله. اگه برات زحمتی نیه این رفیق منم تا شاهرود ببر. باشه، بگو بیاد سوار شه. دست درد نکنه. فقط من شماره مه میدم، رسیدی یه پیامک به من بده. چرا به خودش نمیدی پیام بده؟ موبایل نداره. حالا خوشیام نداره. زحمت میشه. زحمتی نیست، بگو بیاد. اگه اجازه بدین یکم جلوتر واسه نهار وایستیم. اینجا وای نستیم باید تا شاهرود صبر کنیم. خواهش میکنم، صاحب اختیارید. اینجا غذاش خوبه، من و خانمم امتحانش کردیم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. خب پس چی؟ من کنارشو بگم. بگو. معلم. معلم ها که چاق نیستن. چاق نیستن؟ نه. ما شاه حسینی خودتون. دستتون درد نکنه آقا. اون بنده خدا که وقتی لوزاش عمل کرده انقدر چاق شده. قبلش که یه سایی لیغنی اونی. گفتی معلم چاق، منم گفتم شاه حسینی. خب بقل دستشو بگو اونا. پزشک. پزشکی که نمیان رستوران بین راهی. مگه چشه؟ اونا بابا بهداشت اهمیت میدن.
من نگفتی اینجا تمیزه خیلی خوبه. خوب عزیزم اینو من میدونم، اونا که نمیدونن سالی یه بار از اینجا رد میشن. امیرعلی یه چیزی بگم؟ میخوای بگی حدثت اشتباه بوده ها؟ نه در مورد خودمونه. خب بگو. راستش به نظرت الان وقتش نشده سه نفر بشیم؟ تو که میخوای همه وقتتو صرف کارت بکنی، اینجوری منم از تنهایی در میام. خدا نکنی یه خورده حالمون خوب باشه، سریع شروع میکنی. تازه داره کارم رو غلطک میفته، الان وقت خوبی نیست. چه ربطی داره؟ کار همیشه هست. اما بچه خب ممکنه یکم دیر بشه دیگه، منم که همینجوری سنم داره میره بالا. رویا جان بچه وقت میخواد، پول میخواد، تربیت میخواد. بعدشم الان که مثل قدیما نیست، علم پیشرفت کرده. تو مگه چند سالت نگرانی؟ ما حالا حالاها وقت داریم. اگه بیماریم جدی بشه چی؟ اصلا اگه بیماریم مزمن بشه و پیشرفت کنه چی؟ شاید اون موقع اصلا برام بارداری خطرناکم باشه. نه ایشالله نمیشه. تو هم که داری مراعات میکنی، باید بیشتر مراقب خودت باشی. الان من باید تمام تمرکزم رو کارم باشه. خواهش میکنم به جای اینکه باری رو دوشم باشی کمکم کن. ببخشید جسارت، اتفاقی افتاده؟ نه چطور؟ آخه از اون موقع که نشستین تو ماشین حرفی نزدین، الانم که غذا نمیخورین. باید رفتار منو ببخشید، قصد آزار شما رو نداشتم. نه بابا خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ فقط گفتم کمکی کرده باشم. ممنونم. شما رو که دیدم یاد چند روز پیش خودم افتادم، دنیا واسم تموم شده بود. زنم درخواست طلاق داده بود، منم به خاطر کاری که دوست نداشتم انجام بدم عازم این سفر شدم. از همه چیز و همه کس بریده بودم، مخصوصا از خدا. بله درست شنیدین، بیشترین گلایم از خود خدا بود که چرا تنهام گذاشته، چرا با هم نیست، اصلا منو میبینه، اصلا میدونه تاب و تحمل من چقدره؟ تا اینکه اون پیرمرده سوار ماشینم شد. کدوم پیرمرد؟ خیلی اتفاقی یه پیرمرد رو سوار ماشینم کردم و فهمیدم داره نزورات مردم رو میرسونه به مشهد. حالش خوب نبود، هی میگفت میترسم دیر برسم و عمرم کفاف رسوندن امانتی مردم به حرم نده. یه خورده که حالش بدتر شد داشتم میرسوندمش به بیمارستان که ازم خواست اگه اتفاقی براش افتاد کار نیمه تمومشو من تموم کنم. میگفت خدا منو انتخاب کرده، منو. به هر حال رسوندن نزورات مردم به حرم لیاقت میخواد دیگه. میگفت حتما من یه کاری کردم که خدا نظر مثبتشو بهم نشون داده. آخو منو میگی؟ منقلب شدم، یاد چند روز پیش خودم افتادم، یاد حرفایی که تو خلوت خودم با خدا میزدم. باورم نمیشد. شد. نمیدونم چی گفتم یارو به هم ریخت. مگه امین رو نمیخواستی؟ چی رو؟
برای چی سوارش کردی؟ خب معلومه، دیدم گرفتار، گفتم کمک کرده باشم. امیرعلی خجالت نمیکشی؟ من تو رو بزرگت کردم، فکر میکنی من نمیدونم برای چی این بنده خدا رو سوار کردی؟ برای چی؟ برای اینکه بتونی راحت این کیفو استغفرالله رب. چه ربطی داره مامان؟ شما به من بدبین شدی. تا گفتم پلیس ردتو میگیره یه مرتبه شدی نیکوکار. تو که عجله داشتی. خب الانم دارم. ببینم قضیه نظری و اون پیر مرد و اینا رو براش تعریف کردی؟ نشناسمت که مادرت نیستم. خواستی برای خودت یه شاهد بتراشی. چه دروغ و دبنگی سر هم کردی به این بنده خدا گفتی؟ هیچی به خدا. قسم نخورم میرنی، قسم نخور. من با تو دیگه هیچ کاری ندارم. حالتون خوبه؟ من معذرت میخوام، واقعا نمیدونم چی باید بگم. نه اشکالی نداره، من نگران خودتون بودم. بریم؟ اجازه میدیم من پشت رول بشینم؟ عجله دارم، سرحالم هستم. شما هم خسته. نه فوقش استراحت میکنم بعد راه میفتید. ممنون از تعارفتون. تعارف نمیکنم. بفرمه استراحت کنم. آخه اینجوری بده که. خواهش کردم، بفرمه. رفته نماز. مگه عجله نداشت؟ بعدش هم الان چه وقت نمازه؟ شما روحانی هستی. حالا که فهمیدین چی شده؟ آخه اون حرفا، نصیحتا راجب خدا. شما ایرادی توش میبینین؟ هر کسی از ظن خود شد یار من. شک نکن شما بنده خالصتری برادر من. اون حرفام بی حکمت نبود و نیست، مثل همون قضیه که واسم تعریف کردی. یادت باشه خدا شما رو برای من فرستاده. وای باز چی شد؟ چی شد؟ سوختم آجی، سوختم. بده به تعمل. همه دندون رو بدیم حجیب.
من شما رو سر سجده دیدم. که داشتین گریه میکردین؟ اگه خمیر دندون داشتی سوزش کمتر میشد. شما اشتباهی کردین؟ که الان پشیمون شدین؟ چرا از اول ابا و عمامه نذاشتین؟ هممون اشتباه. آره ولی بعضی ها اعتراف میکنن بعضی ها نه. آقای عبدوس لطفاً چند لحظه. سلام علیکم. ببخشید من بازم یه خورده تأخیر کردم، عذر میخوام. اینطور که نمیشه آقای محترم، ما نسبت به بچه های مردم مسئولیم. بله بله بله، با اجازه. خانم گودرزی جای شما سر کلاسه. خانم گودرزی؟ از کی تا حالا؟ از همین امروز. گزارش تأخیرها و بی‌نظمی های مکرر شما رو به اداره دادم، درخواست جایگزین کردم. تا اون موقع خانم گودرزی کلاس شما رو ادامه میده. شما چی کار کردی؟ شما نمیتونین یه همچین کاری بکنین. اگر اعتراضی دارین تشریف ببرین اداره. مگه من خودم نمیتونم حقمو بگیرم که برم اداره؟ شما فکر کردی کی هستی؟ مؤدب باشید آقا. میخوام مؤدب نباشم ببینم چی کار میخوای بکنی. آه آه. بفرمایید آقای محترم، بفرمایید. نظم مدرسه رو به هم نریزید. با من اینجوری صحبت نکنید. با من اینجوری صحبت نکنید خانم، اعصابم خرد میشه. مش قاسم. مش قاسم به من دست نزن. خواهش میکنم احترام خودتون رو نگهدار. یه لحظه اجازه. امیرعلی داری چیکار میکنی؟ پاشو امیرعلی. امیرعلی. چند بار بهت گفتم این تحقیقات مسخره رو ول کن. فکر کردی اینجا هم مثل خونه میمونه؟ هر چی بگی و هر کاری بخوای بکنی هیچی به هیچی نگه و همه ساکت بمونن؟ معلومه دیگه، وقتی تا صبح بیدار بمونی به کلاس مدرسه نمیرسی که. همینو میخواستی؟ با خانم سهرابی دهم به دهم میشی؟ فکر کردی اینجا هم مثل خونه بی در و پیکر و هر کی به هر کیه؟ چه فکری کردی با خودت که اصلا این آشوب رو بپا کردی؟ تو اصلا فکرم میکنی با خودت؟ معلومه با این کارهایی که کردی و با این سابقت کجا منتقلت میکنن؟ من دیگه درس نمیدم. یعنی چی؟ لیاقت من اینجا نیست. من بیشتر از اینا میخوام. وایسا ببینم امیرعلی، یعنی چی این حرفت؟ الو حمید جان سلام، شرمنده. مرد حسابی، معلوم از کجایی؟ من که تو جادم، یه چند دقیقی آنتن نداشتم، الانم اومدم رو بلندی دارم حرف میزنم. جاده؟ تو الان باید رسیده باشی. چی بگم بابا، این ابو قرازه حسابی ما رو سر کار گذاشته. امیرعلی این دفعه هم اگه گند بزنی پشت گوشتو دیدی منو هم دیدی. چرا نفوس بد میزنی؟ تو فقط یارو نگه دار، من خودمو میرسونم. تو سعی کن زودتر برسی، اون تا شب تو بستامه. فکر میکنی کی برسی؟ گمونم تو شاهرود رای نمونده. شمارشو که واسط فرستادم، رسیدی بستام یه تماس باش بگیر. باشه تا بعد. تو این کبیر فقط کافی نگاهت از این جلو برداری و ببری اون دوردورا. اون دوردورا کجاست؟ پس چرا من هر چقدر میرم بهش نمیرسم؟ کسی که بره حتما میرسه، فقط کافی راهو درست بره.
شاید تو مسیرت از اون غافل شدی. مگه اون اصلا به یاد من هست که بخوام ازش غافل بشم یا نشم؟ پس اون چیزایی که تو رستوران میگفتی چی بود؟ خواستم کمکی کرده باشم. یعنی واسه اتفاق نیفتاده؟ پیره مردی تو کار نبوده؟ چرا؟ بوده. تو به نشانه خدا اعتقاد داری؟ شما چی اعتقاد داری؟ اینکه سر راهت با آدم های روبرو میشی که به کمک تو نیاز دارن چی؟ تو روستای ما زن شوهری زندگی میکردن که بچهشون نمیشد. بعد از کلی نظر و نیاز و صبر و تحمل زیاد، بعد 10 سال خدا بهشون یه بچه داد. متوجه هستی که چی میگم؟ خدا بهشون یه بچه داد. بله بله. بفرمه. بفرمه. خیلی ممنون. پدر مادرم کلی خوشحال. شروع کردن نظر و نیازشون رو ادا کردن. هر سال نظر و نیازشون رو به طور کامل ادا میکردن. با کلی مشقت و سختی بچه رو بزرگ کردن. بچه رفت دانشگاه. چه آرزوهایی که واسه بچه نداشتن. بچه‌ای که خدا داده بود. یه روز که بچه مسیر دانشگاه تا خونه رو می‌خواست طی کنه، تصادف می‌کنه. بعد چی شد؟ پدر ایمانش از دست داد. سوز شد. دیگه نمیخواست نظرشو ادا کنه. از خودم شاکی بود. خوب حق داشت دیگه حاج آقا. اما درست همون موقع یه نشونه از طرف خدا به پدر داده شد. بهش گفت تو هر شرایطی با اونه، اونم باید تو هر شرایطی با خدا باشه. خودش داده، خودش هم گرفته. خب نشونه چی بوده؟ نشونه؟ نشونه مهم نیست، مهم فهمیدنشه. جسارتاً آج آقا ببخشید، خیلی عذر میخوام. میخوام بگم قصتون یه خورده غیر واقعی بود. شاید همونطور که شما میگی باشه. ممنونم جوان، لطف کردی. حاج آقا اجازه بدید برسونمتون. نه دیگه، بندوز کافی مزاحمتون بودم. دست شما در بر. زحمتی نیست، میبرمتون. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. سلام آقا، این یارو دلالی موبایلش خاموشه. من رسیدم شاهرود. تو برو بستام، من بهت خبر میدم. باشه باشه. ببین من 5 دقیقه دیگه بستامم، منتظرم. آم خداحافظ. خداحافظ. اینجا رو یادته؟ نه کاملا. بچه که بودی یه سال عید سیزه به در با عموتینا اومدیم بستام. بستام که نه، اطرافش. تو هم که آتیش پاره بودی گم شدی. بابا و عموی خدا بیامرزت هرچی دنبالت گشتن انگار یه قطره آب شده بودی، رفته بودی توی زمین. رفتیم به پلیس گفتیم،
یه عکس تو گرفت، گفت اگر پیداش کردیم باهاتون تماس میگیریم. ولی من که طاقت نداشتم و بیقراری میکردم، یکی از این محلی ها منو دید، گفت اگه میخوای بچه تو پیدا کنی برو تو این امامزاده بس بشی. منم که راهی به جایی نداشتم رفتم اونجا نشستم، گفتم تا بچه‌م بر نگرده و پیدا نشه از اینجا بیرون نمیره. همون شب بابات اومد گفت پیدات شده، پلیس پیدات کرده بود. الانم میخوام برم بس بشینم. این بار کی گم شده که میخوای پیداش کنی؟ تو. ای بابا، علی رنگ زدم قراره تو شد همون یک ساعت دیگه تو نمایشگاه بستام. باشه. مهدویان 250 تومن. 250 تومن. حسینی 120 تومن. آقای امیرخانی 850 تومن. 850 هزار تومن به چی دادیم ما؟ یادت رفت ست کامل لوازم آزمایشگاهی تو از اون گرفتیم دیگه. آها، دست درد نکنه. اینجوری باشه که کل حقوقاتی دادی رفت. این حرفو چیه داری میزنی؟ کاری نکردم که. واسه تحقیقات تو هر کاری که لازم باشه انجام میدم. بهت قول دادم دیگه، تو تهش هم هستم. رویا جان، من واقعا مدیون تو هم. چی بگم آخه؟ الان 4 ماه قراره بریم محصل ولی نرفتیم، به خاطر اینکه من دست و بالام خالیه، تو هم که خم به ابرود نمیاری. این تن بمیره کار من درست کن. بله؟ بله آقا، من همونیم که ببخشید، من همونیم که دوستتونو تا شاهرود رسوندم. معلوم از شما کجایی ما دلمون هزار را رفت. راستش برای ماشین یه مشکلی پیش اومده بود، بعد من یادم رفت به شما تماس بگیرم. بعد این دوستتون ظاهرن کیف منو با کیف خودش اشتباهی برداشته. اینو چجوری میتونم پیداش کنم؟ کجای شاهرود ایشون کار دارن؟ ها؟ اگه ممکنه یه آدرسی به من بدین من ایشونو پیدا بکنم. بله بله، اومدم. Oh.
مدرسه. ببخشید آقا. بله، گوشی. یه آقای روحانی رو ندیدین که وارد بیمارستان بشه؟ روحانی؟ چرا؟ حافظی، آقا راهنمایی کن. خیلی متشکرم. بله. دایی میگم عجب دنیای عجیبیه. عجب. یعنی یک عمر آدم بالا سر جنازه های مردم بشینه قرآن بخونه، آخرش که چی؟ امروز بیاد بالا سر جنازه پسر خودش قرآن بخونه. خیلی عجیبه دیگه دایی، خیلی. کی میخواد بالا سر جنازه پسرش قرآن بخونه؟ امین رفیق دیگه حاج آقا. چه خوش گذره، بیاد بریم دیگه. خب دیگه خب دستشم انتهای سالن جلو در سردخانه نشسته داره قرآن میخونه. کیف تو نگهبانیه، فکر کردم شاید بیام. این مخفی کاری و بی تلفنی هم واسه خاطر خانممه که سالت قلبی داره، تو بیمارستان بستری. نمیتونم با این حال باش تماس بگیرم، ممکنه یه چیزایی بفهمه. میخواید پیشتون بمونم؟ حالا فهمیدی نشونه اون پدری که واسه تعریف کردم چی بود؟ اون نشونه تو بودی؟ مگه دعات مستجاب شد که اومدی بیرون؟ موندم که برای بار آخر بمونم. نمیشه بمونی؟ همیشه بمونی؟ پر رو شدی یا؟ ولی بچه نشد. من همیشه هستم، فقط کافیه که دقت کنی. الان دیگه نگران نیستم، با خیال راحت میرم. ولی من حتی یه دل سیرم نگات نکردم. این دیگه مشکل خودته، عوضش من تو رو خیلی نگات کرد. Thank you.
نه رویا، من اشتباه کردم، میخواستم پیشرفت کنم، واسه خودم کسی بشم، ولی نه تنها کسی نشدم، همونیم که بودم دیگه نیستم. میدونم اذیتت کردم رویا، اما جبران میکنم. کجایی الان؟ یه چیزی بگم مسخرم نمی کنی؟ تو چی باشه؟ مامانم. مامانت چی؟ همش با هم بود تو همین چند ساعت پیش. امیرعلی حالت خوبه؟ بهتر از همیشه. خوابشو دیدی؟ آره خوابشو دیدم. میخوای یه چیزی واسش خیرات کن؟ همین کارو میکنم. من مستم و حیران تو یا زامن آهو، متوش و پریشان تو یا زامن آهو، دل خاک رهت باد و سر افتاده به پایت، جان باد به قربان تو یا زامن آهو. نظری گر نکنی میروم از دست، دست من و دامان تو یا زامن آهو، یک لحظه بده رخصت دیدار که باشم، یک عمر سنا خان تو یا زامن آهو. من نظری